بر خط خبرهای این ساعت مراسم جنازه مولوی مجیب الرحمن انصاری به اطلاعی از سرنوشت نظامیان حکومت پیشین در افغانستان و کشته شدن 4 دانش آموزش مدرسه دینی در هلمند. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای کانال خبری ما. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما کانال خبری ما را سابسکرایب نمایید. در ابتدا می پردازیم به خبری که از هرات به ما رسیده است. روایت شما، مراسم جنازه مولوی مجیب الرحمن انصاری. یکی از مخاطبان افغانستان انترنشنل یک ویدیوی را به این صفحه فرستاده است که از مراسم جنازه مجیب الرحمن انصاری در هرات فرستاده شده است. این ملا هوادار طالبان روز گذشته در یک حمله انتحاری در مسجد گذرگاه هرات کشته شد. گفته می شود در این انفجار 18 نفر کشته شده و 23 نفر دیگر زخمی شده است. این در حالی است که صفحه دیگری به نام درویش افغانستان نیوز می‌نویسد. در تصویر روی برگه فیسبوک خود پست نموده است. هزاران تن از باشندگان شهر هرات و ولایات همجوار در مراسم تشییع جنازه مولوی مجیب الرحمن انصاری در مقبره گذرگاه هرات اشتراک کردند. مولوی مجیب الرحمن انصاری یک تن از حامیان بزرگ طالبان در ولایت هرات بود. او روز گذشته یعنی جمعه 11 سنبله هنگام ورود به مسجد جامع خواجه عبدالله انصار در یک حمله انتحاری همراه با 18 تن دیگر از امراهان و نمازگزاران جان باخت. این در حالی است که روزنامه 8 صبح می نویسد 4 دانش آموز یک مدرسه دینی در هلمند کشته شدند. 8 صبح هلمند، مسئولان محلی طالبان در ولایت هلمند از کشته شدن 4 دانش آموز یک مدرسه دینی و زخمی شدن 2 تن دیگرشان در یک انفجار خبر دادند. احمد جان خالد، سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در هلمند گفته است که این رویداد عصر شنبه 13 سنبله در ساحه بازار هواد ولسوالی نادعلی در اثر انفجار یک سرگلوله رخ داده است. با گفته او این دانش آموزان هنگامی که با یک سرگلوله برجا مانده از گذشته بازی میکردند، در نتیجه انفجار آن 4 تن از آنها کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. از سوی هم یک منبع امنیتی دیگر از میان طالبان که نمیخواهد نامی از او برده شود به روزنامه 8 صبح گفته است که این رویداد در نتیجه انفجار موادی بوده که از قبل در مقابل مدرسه جا به جا شده بود. مسئولان امنیتی طالبان در هلمند هرچند این رویداد را ناشی از انفجار سرگلوله خوانده، اما در مورد نوعیت آن توضیح ندادند. در عین حال اندپندنت فورسی می نویسد به اطلاعی از سرنوشت نظامیان حکومت پیشین افغانستان در زندان های طالبان. طالبان این نظامیان پیشین را شبه نظامیان آمریکایی می دانند و معتقدند که باید کشته شوند. گزارشی از انیس شهید، یک افسر پیشین در افغانستان که زندانی طالبان بود، می گوید 13 تن از همرزمانش که طالبان آنها را بازداشت کرده بودند ناپدیدند و کسی از سرنوشت آنان اطلاعی ندارد. طالبان نظامیان حکومت پیشین را ملیشه‌های شبه نظامی آمریکا می‌دانند و معتقدند که باید کشته شوند. یک نظامی سابق که 3 ماه در زندان طالبان در فاریاب شکنجه شده است می‌گوید که استخوان‌های دست و پا و مهره‌های کمرش آسیب دیدند و از نظر روحی نیز وضعیت نامطلوبی دارد. او در گفتگو با اندپندنت فارسی شرح داد که چگونه استخبارات طالبان 3 ماه پس از تسلط این گروه بر افغانستان او را در خانه اش واقع در میمنه مرکز ولایت فاریاب بازداشت کردند و به زندان انداختند و به شدت شکنجه اش کردند. با تشکر که تا آخر این ویدیو همراه من بودید، منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. امید داریم تا ویدیوهای ما را تماشا نموده لایک، کامنت و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.